هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا با درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه برابر با 5 ماه سپتامبر در خدمت شما هستیم. طبق روال برنامه‌های پیشین که از شروع ماه محرم سعی کردیم پیرامون زندگانی حسین ابن علی مطالبی رو عرض کنیم و البته هم در خلال بحث سعی کردیم آن مسائلی که دارای اهمیت هست و برای تبیین بهتر مطلب و تنویر افکار و باورهای ما به کار می آید رو هم عرض کنیم، امروز به یک جنبه دیگر از واقعه محرم و زندگانی حسین خواهیم پرداخت، البته با شرح و بسط بسیار زیاد نسبت به مقدمات این بحث. بان بحث اسراست، زن، کودکان و اموالی که در جنگ توسط جهادگران اسلامی به عنوان غنیمت جنگی به دست میاد. این موضوع از آن رو اهمیت داره که ما امروزه با پدیده حقوق بشر دوستانه روبرو هستیم، یعنی آنچه که انسان‌ها سعی کردند زمانی که مخاصماتی هم رخ میده اون رو لحاظ بکنن و آن محترم دانستن افراد و اماکن و اشیایی است که مدخلی در جنگ ندارن، در نزاع ندارن و لذا باید جان اونها و صحت و سلامت اونها محفوظ باشه، حتی اسرای جنگی. اونچه که امروز محل بحث ماست این است که نگاهی بیاندازیم بر آن حقوقی که اسلام در جنگ برای جهادگران به رسمیت شناخته و کاملا ما رو واقف میکنه به این امر که پس جای حقوق بشر دوستانه در کجاست؟ چرا نسبت به اسرا نوع رفتار جهادگران اسلامی چنین بوده؟ از قبل اون هم امروز دولت‌های اسلامی، بنیادگرایان اسلامی سعی می‌کنن همون فرهنگ سیاسی، همان احکام و مؤلفه‌ها رو اجرایی بکنن. شما دیدید پدیده‌ای مثل داعش وقتی افرادی رو به عنوان اسیر می‌گرفت با اونها چه رفتاری می‌کرد؟ به یمن همین شبکه‌های اجتماعی، همین دوربین رسانه‌ها آن حجم از بی اخلاقی ها به تصویر کشیده می شود. مردم می دیدن که با زنان اسیر شه می کنن. گهگاهی خاطرات این دخترانی که توسط همین جهادگران داعش و بنیادگرایان اسلامی به اسارت گرفته شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، در شبکه های مختلف پخش شد، در خاطرات اونها ثبت و ضبط شد. عده‌ای هم سعی کردن این مسائل رو از ساحت اسلام و دامن عقیده دینی پاک بکنن، بگن نه این ربطی به اسلام نداره، اینها یاران ابوبکر البغدادی هن، مصعب الزرقاوی هن، بن لادن هن و اینها هیچ کدام قرابت و نسبتی با اسلام ندارن، اینها زایده اندیشه این هست. خب ما نیاز داریم بشناسیم این باور رو که آیا این اندیشه واقعا از درون و بستر مؤلفه‌های اسلامی بیرون می‌آید یا خیر. یک انسانی خودسرانه سعی می‌کنه هر چی که دلش خواست به عنوان حکم اسلامی جا بزنه، کدام یک درسته؟ اهمیت بازشناسی باورها در همین هاست، یعنی اینکه جرأت و شهامت این داشته باشیم باورهای خودمون رو به نقد بکشیم. اگر نشانه‌های بی اخلاقی رو در اعتقادات خودمون دیدیم، در مقدسات خودمون دیدیم، در مؤلفه های مورد احترام خودمون دیدیم، بدون تعارف با او برخورد، اگر صادق نباشیم نسبت به این رفتارها، گام از گام جلو نخواهیم گذاشت.
اگر اون زنجیرهای اسارت، بندگی و بردگی بر پای ما و بر فکر ما باشه، قدم از قدم نمیتونیم جلو بزنیم. انسان چیزی نیست مگر باورهای اون. من بارها عرض کردم شما نمیتونید ملت رو از جای دیگری وارد بکنید. شاید بتونید برنامه ها رو از کشورهای دیگر اقتباس بکنید، بگید ما دموکراسی داریم، سکولاریسم داریم، حقوق بشر داریم، اما مردمتون هم باید منطبق با اون بار بیان، باید مشی دموکراتیک داشته باشن، ذهن دموکراتیک داشته باشن، دموکراسی رو به عنوان یک ارزش بپذیرن، سکولاریسم رو، حقوق بشر رو. اینها به زبان نیست، اینها به عمل و رفتاره. بسیاری از تحلیلگران ما هنوز در اون تعارفات گیر کردن، هنوز باورهای مذهبی سنتی مانع از این میشه که قضاوت کنن. ما انسان‌ها وقتی ایرادی رو در دیگران یا اندیشه دیگران میبینیم خیلی راحت مورد قضاوت قرار میدیم. ما زمانی که به اندیشه خودمون میرسه سعی میکنیم فرافکنی بکنیم، آدرس غلط بدیم، تعویل و توجیه و تفسیر و همه چیز رو بیه که نکنه باور ما مورد خدشه قرار بگیره، مورد انتقاد قرار بگیره. نسل امروز اگر این تعارفات گذشته رو که سبب شده ما ایرانیان امروز بر این وضع باشیم نخواد کنار بذاره و بسنجه و کنار بذاره، به جایی نخواهیم رسید. اینکه امروز در این ادبار دست و پا میزنیم، روحانیتی توانسته بر ما سلطه پیدا بکنه، هنوز هم با هم نزاع داریم، بر سر این است که نخواستیم ارزش‌های مورد احترام هم رو نقد بکنیم. هر کسی ما رو نقد کرده به او انگ زدیم، فحاشی کردیم، بهتان زدیم، در سطح بالاتر اون ترور کردیم، کشتیم، حذفش کردیم، در فرهنگ سیاسی ما بوده. همیشه از نقد ترسیدیم، امروز هم همینه. اگر سلیمانی کسی رو نقد میکنه مطمئنا وابسته به جاییست، وگرنه مگه من نقدی دارم که کسی بخواد منو نقد؟ مگر تفکر ما نقدی بر او وارده؟ نه. بنابراین اگر کسی ما رو نقد میکنه مطمئنا پروژه است، از جای پول میگیره. این ادبیات سیاسی ماست، این ادبیات اجتماعی ماست. باورهای دینی و مقدسات مهمترین وجهی هستند که اگر مورد نقد قرار نگیرن جامعه نمیتونه قدم از قدم بر. باورهای سنتی غلط ما اگر مورد نقد قرار نگیرن نمیتونه جامعه رو به سمت جلو بده. اگر یک باور دینی یا یک رفتار اجتماعی که در سنت ماست قابل دفاع است، به راحتی میتونه از خودش دفاع بکنه، میمونه. اما اگر قابل دفاع نیست که کنارش میذاریم. به همین دلیل مسئله اسرا و متفرعات اون مثل بردگی، رفتار با گروه های دیگر، آنچه که اسلام برای جهادگران اسلامی و حاکمان اسلامی لازم الاتباع کرده، با آن پدیده های انسانی مثل حقوق بشر دوستانه که با حقوق بشر متفاوته. حقوق بشر دوستانه حقوق مخاصمات جنگ، یعنی دولی که در حال جنگ هستن باید این کنوانسیون های 1949 ژنو، کنوانسیون های چهارگانه رو رعایت بکنن به اضافه پروتکل های الحاقیشون. کنون فرصت اگر بشه ما اینها رو عرض خواهیم کرد. فقط جهتی که تطبیق بدیم، ما یا آن باور الهیاتی که به ما گفته آنچه خدا گفته از درسته و حقه واقعا قابل دفاع است، یا این حقوق بشر دوستانه که انسانها با خرد جمعی خودشون سعی کردن برای زمان جنگ تدوین بکنن تا از درد و آلام مردم بکاهن، یعنی کسانی که در جنگ حضور ندارن، کدامی کشون بهتر؟ برای ورود به بحث بد نیست من ابتدا یک مغالطه‌ای رو معرفی بکنم، جنبه های اون رو بشناسیم
چون در طول بحث به ما کمک خواهد کرد. و آن مغالطه توسل به دستاورده. مغالطه توسل به دستاورد به این معناست که شما در برابر ادعایی که در مورد یکی از جزئیات یا بخشی از باور یا گزاره مورد نظر شما هست، به جای دادن پاسخ سعی کنید به دستاورد آن تفکر یا آن شخص استناد بکنید. به عنوان مثال شما میگوید در اسلام دموکراسی وجود نداره. شخصی برگرده و بگه که اما اسلام توانسته 2 میلیارد پیرو پیدا کنه. شما بگید در اسلام آزادی وجود نداره و طرف ادعا بکنه که نخیر، اسلام توانسته 50 و اندی کشور رو فتح بکنه، در حالی که این ادعا یا این نوع دفاع در برابر اون نقدی که ما میکنیم دلیل محسوب نمیشه. یک اندیشه میتونه جهانگیر باشه، اما اندیشه ظالمانه باشه، اندیشه غیر اخلاقی باشه. این دو ربطی به هم ندارن. همون گونه که وقتی در مورد مغولان وارد نزاع میشیم میگیم مغولان دست به توحش زدن. و اینجا میبینید یک مسلمان خیلی قشنگ و میپذیره، میگه بله، مغولان به هر سرزمینی که رسیدن غارت کردن، مردم زیادی رو کشتن، اینها هم جهانگیر شدن. پس دستاورد نافی اون گزاره نیست، بلکه اون گزاره رو باید در جای خودش بحث کرد. بگید سلیمانی امیری انسان بی اخلاقی است، بعد یکی بگه آقا ایشون 10 جلد تألیف داره. داشتن 10 جلد تألیف در یک حوزه ای با اخلاق تلازم نداره. ممکن انسان بی اخلاق باشه، ما 10 جلد کتاب هم بنویس. دستاورد او که 10 مجلد کتاب داره دلیل بر این نیست که او انسان اخلاقی هم هست. نه، باید جداگانه بررسی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. امروز به طرفداران جمهوری اسلامی میگید این نظام یک نظام متحجره، یک نظام عقب افتاده است. میگن ببینید ما صنایع موشکیمون چقدر پیشرفت کرده. پیشرفت در صنایع موشکی دلیل بر این نیست که شما یک رژیم واپسگرا نیستی، یک رژیم غیر انسانی نیستی. در دوران گذشته هم همین بود. امروز هم ما وقتی با پادشاهی خواهان صحبت میکنیم همین مغالطه رو مرتکب میشن. میگیم رژیم گذشته غیر دموکراتیک بود. میگن آقا ببینید چقدر پل ساختیم، ارتش ما چقدر نیرومند بود. بله، اونها جای خودش دستاوردهای خوبی بود، ما ادعای شخص چیز دیگری است. شما با دموکراسی رو در همون معنا، اخلاق رو در همون معنا، آزادی ها رو در همون فضا بسنجید. بگید بله آزادی بود یا نبود. شما امروز بگید چین آزادی نداره، احزاب آزاد نیستن، گروه ها آزاد نیستن. طرف میگه آقا ما دومی اقتصاد جهانیم بعد از امریکا، چطور آزاد نیستیم وقتی اقتصادمون اقتصاد دوم جهان؟ این رو ربطی به هم نداره. یک کشور میتونه دیکتاتوری باشه اما توسعه اقتصادی داشته باشه در یک زمینه هایی، قدرت نظامیش خیلی گسترده باشه. من بگید کره شمالی یک کشور غیر دموکراتیک، یکی از طرفداران کره شمالی بیاد و بگه آقا جان چجوری ما غیر دموکراتیک؟ ما موشک هسته‌ای داریم، یه قدرت نظامی هستیم. بنابراین اگر نتوانیم اینها رو تفکیک کنیم دچار خطاییم. این رو عرض کردم که در ادامه بحث زمانی که به مسئله اخلاق در اسلام میرسیم و اینکه چگونه جهادگران اسلامی با زنان، کودکان، اماکن، اشیا و هر چیزی که برخورد کردن با اونها، بر نوع رفتار اونها با اونها مورد نقد هست، نیاین و بگوین ما 2 میلیارد پیرو داریم، چگونه غیر اخلاقی هستیم؟ این همه کشورها مسلمانن، ما چگونه غیر اخلاقی هستیم؟ نه، هیچ ربطی به هم نداره. بنابراین هر
مدعای ادعایی رو باید در جای خودش پاسخ داد. پس هم در جنبه دیانت هم در جنبه سیاست سعی کردم مقالطه توسل به دستاورد رو عرض کنم. در اینجا وارد بحثی خواهیم شد وان این که قبل از شناخت جزئیات مثل بردهداری، مثل حقوق زنان در درون یک تفکری، حالا چه این تفکر اجتماعی باشه چه تفکر دینی باشه، ما نیاز به شناخت ساختارهای فکری هستیم، ساختارهایی که اون مکتب رو میسازن، اون ایدئولوژی رو میسازن. ما اینجا ساختار فکری، ایدئولوژی و مکتب رو در یه معنا با شکل مترادفش به کار میبریم، هرچند تفاوت میکنن، اما برای فهم آسانتر مسئله سعی میکنیم همه رو به عنوان یک بسته‌ای که در درون این بسته چه به عنوان مکتب یا ایدئولوژی یا یک نظام فلسفی و فکری میخواد یک داده‌ای به شما بده و شما رو مجاب بکنه که اون باور رو بپذیرید، اون دستورالعمل و آیین رو اجرا بکن. این ساختارهای فکری چگونه؟ مهمترین مسئله اینه که در ساختارهای فکری همیشه یک اصولی وجود داره و جزئیات و متفرعات بر روی اون اصول سوار میشه. در فلسفه سیاسی هم همین رو داریم، در فلسفه اجتماعی هم همین رو داریم. اینکه شما به مقوله ها چگونه نگاه میکنید. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر در فلسفه سیاسی شما انسان رو هر طور تعریف کنی، جامعه‌ای که اون انسان‌ها در اون زندگی میکنن به همون نفع خواهد شد. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی انسان رو به شکل توماس هابزی تعریف کنی، یعنی انسانی که گرگ انسانه، اگر فرصت پیدا کنه هم نوع خودش رو میدره، دارای سلامت فکر و نفس نیست، به مطامع خودش نگاه کنه، فقط خودش رو میبینه. خب اگر شما انسان رو اینگونه تعریف کنی، جامعه‌ای که همین انسان‌ها اون رو تشکیل دادن یک جامعه است متشکل از گرگ‌های مختلف، خب چه باید کرد؟ شما باید یک دولت قدرتمند بسازید که بتونه نظم رو برقرار. توماس هابز اساس کتاب لویاتان او همینه، یعنی یک دولت مقتدر که برای حفظ نظم و جلوگیری از شورش سعی میکنه جامعه رو با اون نوع نگاه تحکم‌آمیز خودش اداره بکنه. یعنی فلسفه سیاسی هابز بر این است که انسان‌ها این گونه‌ن. حالا اون نمیتونه بگه خب اگر انسان‌ها چنینن پس در درون جامعه دولت نیاز نیست. خب اگر دولت نیاز نباشه که انسان‌ها هم دیگر رو می‌دارن، چون مقدمه استدلال شما برای این بود که انسان‌ها سلیم و نفس نیستن. وقتی انسان ها سلیم و نفس نیستن، شما باید دولت رو مقتدر بکنی که مانع از درگیری انسان ها بشه. حالا انسان روسو رو در نظر بگیرید، یعنی انسانی که ژان ژاک روسو معرفی میکنه یا همینطور جان لاک، انسان هایی که سلیمن، میدونن که با دیگران باید تساهل بکنن، تسامح بکنن، در کنار هم زندگی بکنن. وقتی مقدمی شما این است که انسان چنینه، در نتیجه می توانید استنتاج کنید که خب دولت هم نیاز نیست در همه شؤون زندگی مردم نقش داشته باشه، بلکه می تونه یه ناظر بی‌طرف باشه، چون انسان ها خودشون جامعه رو هدایت میکنن، در کنار هم زندگی میکنن، نیاز نیست که به هم بپرن، هم دیگر رو بدرن. یعنی آن اصل اولی که شما می چینید، بقیه آن ساختارها روی اون سوار میشه. آنارشیست ها که حالا برخی ها به اشتباه میگن هرج و مرج طلب، اصلا اینجوری نیست. آنارشیست ها معتقدن انسان ها میتوانن زندگی خودشون رو بدون وجود نهادهایی مثل دولت سازمان بدن. این درایت رو دارن که در کنار همدیگه فعالیت بکنن، کار بکنن، مشارکت بکنن، نیاز نیست که همدیگر رو بدرن.
ما نیاز به نهادهای بالادستی مثل دولت و حکومت و اینها نداریم. در درون اسلام هم داستان همینه. یعنی تلقی شما از مفاهیم چیه؟ از انسان چیه؟ تمام مکاتب همین گونه. بنابراین آنچه که آیزایا برلین میگوید همینه، یعنی کار فلسفه اندیشیدن به مقوله هاست. به عنوان مثال عدالت چیه؟ آزادی چیه؟ شما هر مکتبی رو در نظر بگیرید یه تعریفی از عدالت داره. آیا منظور عدالت در اسلام همون چیزی است که شما در اندیشه های رالز میبینید؟ آیا عدالت در اسلام همون چیزی است که مثلا در کمونیسم میبینید، در سوسیالیسم میبینید، در لیبرالیسم میبینید، در کجا میبینید؟ همشون صحبت است عدالت میکنن، آزادی میکنن. وقتی صحبت از انسانه در کدوم مکتب؟ صحبت از آزادی در کدوم مکتب؟ در اینجا یک معیاری نیاز هست که ما بتونیم اینها رو تمیز بدیم و درگیر مفاهیم نشیم، غرق در مفاهیم نشیم و دیگران هم سوء استفاده نکنن. شما امروز وقتی در برابر یک دوست مسلمان می نشینید که خب ببینید در اسلام هم آمده تعقل کنید، اسلام هم گفته لا اکراه فی دین، اسلام هم گفته احترام بذارید، اما آن چیزی که در اسلام آمده همان چیزی که شما در لیبرالیسم می بینید، همان چیزی که در سوسیالیسم می بینید. اگر نتوانیم این مفاهیم رو تمیز بدیم دوچار خطا خواهیم، به راحتی ذهنیت ما دوچار خطا خواهیم. برای شناخت این مفاهیم در درون مکاتب یا ایدئولوژی ها یک معیاری رو من خدمت شما عرض می‌کنم. وقتی در برابر هر شخصی که نماینده یک فکری است، نماینده یک ایدئولوژی است یا هوادار یا طرفدار یک مکتبی است، یک دینی است قرار گرفتید، وقتی صحبت از مؤلفه ها و مفاهیمی مثل آزادی می‌کنه، شما باید سه سطح رو در نظر بگیرید. اون سه سطح عبارتند از محق، مانع و هدف. یعنی چی؟ یعنی وقتی صحبت از آزادی میکنه ببینید محق کیست؟ یعنی آزادی برای کیه؟ در لیبرالیسم آزادی برای افراد. یعنی یک فرد باید آزاد باشه تا جایی که مخل حقوق دیگران نشه، به دیگران آسیب نزنه. مانع کیست؟ یعنی چه مؤلفه ای اون آزادی رو در برابرش قرار میگیره؟ در لیبرالیسم که آزادی محقش فرده، مانعش دولته. به همین دلیل در امریکا یا کشورهای دیگر دولت حد اقلی میشه، دولت فقط نقش ناظر رو داره، در همه زندگی شما دخالت نمیکنه، کنار نشسته، تنظیم کننده برخی از مسائل. در کشورهای سوسیالیستی دولت تا حدودی در بحث‌های اقتصادی و اجتماعی نظارت میکنه، اما اونقدری پاشو جلو نمیذاره که آزادی‌های فردی افراد رو بگیره. ما از جوامع لیبرال نقش دولت بیشتره. و هدف چیست؟ هدف این است که شخص بتونه به کمال توانایی و ظرفیت‌ها و شایستگی‌های خودش برسه. یعنی اساس لیبرالیسم این است که ما آزادی رو به افراد بدیم، اجازه ندیم دولت مانع اونها بشه تا اونها پرورش پیدا کنن، رشد پیدا کنن. در آزادی که من دست به اختیار و گزینش دارم، سبک زندگی رو اختیار می‌کنم، تحصیلات خودم رو بر اساس هر دانشی که دوست دارم، نوع انتخاب شغلم، انتخاب همسرم، سبک زندگیم، خودم دست به گزینش میزنم. دولت به من نمیگه کدوم کتاب رو بخون، چه لباسی رو بپوش، با کی ازدواج بکن. نه، این خودم هستم و خودم. چرا؟ چون اساس لیبرالیسم بر این است که شما با حضور یک مانعی مثل دولت نمیتونید همه آزادی ها رو داشته باشید. یه جایی از آزادیتون باید بزنید. اما ما میاییم با حداقل کردن نقش دولت یا
نهادهای حکومتی انسانها رو در این انتخاب و گزینش مختار میکنیم که اونها سبک زندگیشون اختیار. پس در لیبرالیسم آزادی محقش انسانه، یعنی فرده، مانعش دولته، هدفش کسب بیشترین منفعت، سود، نشان دادن لیاقت و توانایی است. حالا بالعکس لیبرالیسم رو در نظر بگیرید، مثلا فاشیسم. آزادی در فاشیسم چه معنی داره؟ محقش کیست؟ در فاشیسم محق دولت، برخلاف لیبرالیسم که فرده. یعنی تمام آزادی ها تا جایی که امکان داره مال دولت، دولتی که حق داره زندگی شما رو دخالت بکنه، آزاده، یعنی حق داره، این آزادی رو داره که در زندگی شخصی شما دخالت بکنه، در جامعه دخالت بکنه، در دانشگاه ها دخالت بکنه. بیشترین آزادی برای دولت وجود داره. همین دلیلی که بنیتو موسولینی در اون نوشته خودش به عنوان آیین فاشیسم اشاره میکنه، میگه ما آزادی که میپذیریم آزادی در درون دولت، بیرون دولت اصلا آزادی وجود نداره. پس در فاشیسم بیشترین آزادی رو برای دولت میخواد، برای حکومت میخواد. خب مانعش کدامه؟ مردم. یعنی مردم دائما مبارزه میکنن که بیشتر آزادی به دست بیارن، اما دولت اجازه نمیده چون خودشو محق میدونه. محق دانستن یعنی این که من یک امتیاز ویژه‌ای دارم که هر زمان که بخوام قابل مطالبه باشه و برایش ضمانت اجرا هم دارم. نتیجه چیست؟ خب هدف از این کارها چیست؟ چرا ما میخوایم این گونه باشه؟ هدف این است که دولت فاشیستی بتونه برنامه‌های خودش رو جاری بکنه، اون نیاتی رو که داره جاری. حالا در اسلام چطوره آزادی؟ اصلا از نام اسلام معلوم، اسلام یه تسلیم شدن، یعنی یک شخص مسلمان و مؤمن تسلیم امر خداست، یسلم و تسلیم. پس آزادی برای اون شخص وجود نداره، اون شخص مانه. محقش کیست در این آزادی؟ خدا و رسول، اونها هستن که هرچی دلشون بخواد حکم میکنن و مردم مکلفن، یعنی تکلیف داریم، او به ما چی میگه ما انجام میدیم. مانعش مردم هست و هدفش هم این است که بتونه یک مؤمن رو در سرای آخرت از عذاب الهی مصون نگه داره، سلامت نگه داره. پس اگر یک کمونیست آمد و به شما صحبت از آزادی کرد، باید تشخیص بدید آزادی از منظر او یعنی چی. اگر یک انسان لیبرال صحبت از آزادی کرد، فهم کنیم که مقصود او از آزادی چیست. اگر یک فاشیست آمد و صحبت از آزادی کرد، بفهمیم مقصود او از آزادی چیست. این رو عرض کردم که اشاره کنم سال 57 هم همین بودیم. البته من که 2 سال بعد از انقلاب به دنیا آمدم، صحبتم راجع به اون پدران ماست که نتوانستن اینها رو تفکیک کنن که وقتی خمینی میگه آزادی، مقصود از آزادی کدام آزادی است؟ آزادی در یک حکومت سوسیالیستی، در یک حکومت لیبرال، یا آزادی در اسلام؟ وقتی او صحبت از عدالت میکنه، کدام عدالت؟ آیا عدالت در یک جامعه لیبرال که فرزند زن و مرد با هم یکسانند، یا نه عدالت اسلامی منظورشه که در عدالت اسلامی مرد 2 برابر زنه؟ یعنی اگر زن بخواد حقوقش برابر با مرد باشه، عین بی‌عدالتی است در اسلام. چرا؟ چون خداوندی رو تعیین کرده، الله یأمر بالعدل، خدا امر میکنه به عدل، و در خود قرآنش اشاره میکنه فضلنا بعضهم علی بعض، ما برخی و بر برخی دیگر فضیلت دادیم، برتری دادیم. پس مقصود خمینی از عدالت این نیست که زن و مرد برابرن، این است که مرد 2 برابر زنه. اگر شما ندونید، ذهنیت شما این باشد که خب ما به دنبال یک جامعه آزاد هستیم، حقوق بشری هستیم،
لیبرال هستیم که زن و مرد برابرن، اون در اندیشه های خمینی نیست، چون او از یک مکتبی میاد که اندیشه های فکری او مفهوم عدالت رو اینجوری توضیح نمی کنه، اینجوری تقسیم نمی کنه به هیچ عنوان. اونهایی که سال 57 خود رو روشن فکر می دانستن، غالب اونها فاقد این فهم تئوریک بودن. امروز هم خیلی ها وقتی سیاست ورزی می کنن مقصود جمهوری اسلامی رو نمی فهمن. به همین دلیلی که من یکی از شروط مربوط به مبارزه با جمهوری اسلامی رو اسلام شناسی میدونم. تحلیلگر سیاسی که اسلام رو نشناسه رفتارهای جمهوری اسلامی رو نمیتونه تشخیص بده. که جمهوری اسلامی از چه ابزارهایی استفاده میکنه، چه نوع رفتارهایی داره، چطور میتونید اونو خونسا بکنید؟ مثل که شما بخواید با شوروی کمونیستی مبارزه بکنید اما هیچ شناختی از کمونیست نداشته باشید، خب نقاط ضعف و قوتشو نمیدونید، نمیتونید با اون مبارزه بکنید. اینکه شما یک بازی ورزشی فیلم های اون مسابقه رو میبینید، حالا اگه کشتیگیره، اگر فوتباله، اگر والیباله، شما بازی حریف رو میبینید. چرا میبینید؟ بخاطر اینکه نقاط قوت و ضعفش رو تشخیص بدید. به شکل نابینا که نمیشه وارد مبارزه شو. شما ببینید حریفتون قدرتش در کجاست. ما کارشناسانی داریم به هیچ عنوان هیچ چیز از اسلام نمیدونن، از تئوری های فقه سیاسی شیعه و سنی و بسیار از این مسائل چیزی نمیدونن. و همین دلیلی که 40 سال به هیچ جایی نرسیدن. دون کیشوتوار در حال مبارزه هستن. یکی از شروط نقد جمهوری اسلامی و مبارزه با اون اسلام شناسی است. ایدئولوژی رو باید بشناسید، راهکارها، ابزارها، اهداف. برخی ها خودشون انقدر اسلام پناه هستن که نمیتونن باور کنن اینها در درون اون تفکر وجود داره، که حالا ما امروز اگر فرصت بشه به اینها نشان خواهیم داد که ریشه بسیاری از مصائب ما از فقها نیست، اینها برگرفته از یک بستری است، یک مکتب فکری عرض کردم، یه اصولی داره، فرعیات بر روی اصول سوار میشن. به عنوان مثال عرض کنم، وقتی ما راجع به پدیده اجتهاد صحبت میکنیم، این اجتهاد چیست؟ در دستگاه فکری اسلامی به خصوص شیعه که محل بحث و نزاع ماست، یک مبنایی، اون مبنا تصمیم شارع نسبت به وقایع و پدیده هاست. شارع یعنی خدا یا همان الله و پیامبر اسلام و ذیل اون در جهان تشیع امامان شیعه و در نزد اهل سنت سلف صالحه و تابعین هم اضافه میشه. امروز پدیده های رخ میده، این دستگاه فکری به ما میگه این پدیده ها رو ارجاع میدهیم و آنچه که شارع مطمح نظرش بوده و بعد حکم اون رو استخراج میکنیم و به شما میدیم. بذارید کمی ساده ترش کنیم با مثال. امروز بحث ریاست جمهوری زنان رو در نظر بگیرید. آیا زنان حق دارن رئیس جمهور بشن؟ خب میدونیم ریاست جمهوری یک امر جدیده، در اسلام سابقه نداره. اما ما این که آیا زنان محق به ریاست جمهوری هستن یا نه از کجا میتونیم کشف کنیم؟ در این مکتب همانند بقیه مکاتب، شما در لیبرالیسم هم همین، در کمونیسم هم همینه، هر پدیده مستحدثه ای رو باید ارجاع بدید به اون اصول اون اندیشه، با اون سازگار کنید، با اون بدنه سازگار کنید، وگرنه ساختار و نظام فکری دیگه اون انسجام رو نداره. خب ریاست جمهوری زنان رو ارجاع میدیم به قرآن و سنت پیامبر. اولین اصل این است که در جهان اسلام تبعیض به رسمیت شناخته شده بین مسلمان با کافر، مرد با زن، انسان با خدا، با ملائکه، همینا تبعیض وجود داره. یک گروهی برتر از گروه دیگرن. خب ما میدونیم زنان ذیل مردان تعریف میشن. از طرف دیگر در درون همین اسلام
میبینیم که زنان دارای قوه عقلانیت نیستند، یعنی تعقل اونها دچار خدشه است، نقصانه، و این رو بارها در کتابهای مختلف دینی دیدید. جمله شاخص اون ناقصات العقول که مال علی ابن ابی طالب و در نهج البلاغه و کتاب های دیگر هم آمده بر همین اساسه، یعنی زنانی که از نظر قوه عقلانی کمتر از مردانه، خداوند هم به مردان بر زنان برتری داده. خب آیا میشه این زن رو که از نظر خیرت پایین تر از مردان هست، از نظر عقلانیت پایین تر از مردانه و خدا هم در قرآن اونها رو به رسمیت نشناخته، حکم ریاست جمهوری بدیم؟ طبیعیه که در درون این دستگاه فکری میگن خیر. به این پدیده میگن اجتهاد. پس اجتهادی نیست که فقیهی خودسرانه دست به حکمی بزنه، نه، ریشه ها و اصولش از قبل وجود داره. کسانی که در این فضا صحبت از فقاهت میکنن خودشون رو به اون راه میزنن، چون به اون دین باور دارن، به اون اصولش باور دارن که اساس تبعیض از اونجاست، نمیخوان حقیقت رو بپذیرن. بنابراین میگن چهار تا فقیه نشستن یه قانونی نوشتن و این ربطی به اسلام نداره. حالا اجازه بدید یک مطلبی در همین مورد بخوانیم، نکته جالبی است. زمانی که بعد از انقلاب مشروطه در مجلس شورای ملی بحث بود بر سر اینکه زنان هم حق انتخاب شدن داشته باشن، حق انتخاب کردن داشته باشن، یک نزاعی بین وکیل رعایا که موافق حضور زنان بود با سید حسن مدرس رخ میده. ببینیم سید حسن مدرس چه میگه. این سخنرانی سید حسن مدرس: از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر محالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه نیامد، یعنی تنم نلرزید، و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اولا نباید اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند، یعنی زنان. یه نباید اسم زنان رو بیارید جز منتخبین، یعنی کسانی که بتونن انتخاب بکنن. مثل این که بگویند از دیوانه ها نیستند، سفها ها نیستند. سفی یعنی انسانی که در امور مالی منفعت و عقلاییش رو حفظ نمی کنه، بلد نیست چگونه امورش رو اداره بکنه. این اشکال است بر کمیسیون. خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمرند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند، یعنی نیاز به یک قیم دارند، یک با آقا بالا سر دارند که کارهای اونها رو هدایت بکنه، امور اونها رو سامان بده. بعد به آیه قرآن استناد میکنه: الرجال قوامون علی النساء. دقت فرمودید؟ یعنی این یک اجتهاد دم دستی است که سید حسن مدرس داره انجام میده که چرا زنان حق ندارن جزء منتخبین باشن. میگه اینا عقل ندارن، ما در مذهب خودمون اینو پذیرفتیم، اینا عقل ندارن، ناقص العقلن، به همین دلیلی که قیم نیاز دارن. شما امروز در درون جامعه برای کی قیم تعیین میکنی؟ برای کسانی که مولا علیهن، مثل کودکان، مجنون، افرادی که توانایی اداره امورشون رو ندارن، شما قیم تعیین میکنی. این قیم چیکار میکنه؟ کارهای اون کودک و صغیر رو اداره میکنه تا اون بزرگ بشه. خب زنان که اصولا بزرگ نمیشن از نظر اینها، عقلشون ناقصه. قوامونه در قرآن آمده، صیغه مبالغه هم هست، یعنی به شدت تحت قیمومیت هم. در همه جنبه ها تحت قیمومیت هم. اجتهاد یعنی همین. ریشه مسئله آیه قرآنه یا سنت پیامبر
اما اون آخوندی که در مجلس هست به این استناد میکنه، یعنی یک مسئله مستحدثه رو با استفاده از اون آیه قرآن داره شرح. خب تحت قیمومیت رجال هستن، مذهب رسمی ما اسلام است، آنها در تحت قیمومتن و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. در قرآن میفرماید در تحت قیمومتن و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی هم دنیوی، یعنی حتی امور دنیویش هم نمیتونن سامان بدن. نه قرآن گفته. پس اینکه شورای نگهبان تصمیم میگیره که زنان جزء کاندیداهای نهایی برای ریاست جمهوری نباشن، حاصل همین هاست. سال 57 هم وقتی قانون اساسی رو نوشتن، خب آمده بود هر ایرانی، اینو بردن در حوزه علمیه قم، آیت الله گلپایگانی اونجا بود، گفت آقا این که شما نوشتید هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنا هم میتونن؟ ادعی گفتم بله زنا هم میتونن. گفت مگه زنا حق انتخابات برای ریاست جمهوری رو دارن؟ دقیقا به همین حرف سید حسن مدرس استناد کرد. و اگر قرار زنا ریاست جمهوری، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. اونو آیت الله گلپایگانی. این در دوره دوم مجلس، صفحه 367 کتاب فقه و سیاست، نوشته آقای دکتر داوود فیرهی، خودشم البته آخوند. اما در همان جلد دوم همین کتاب نگاهی بندازیم به نظر آیت الله منتظری، یکی از همین آخوند خوبه هاشون. حالا بگیم سید حسن مدرس آدم، حالا از نظر اینا البته عقب افتاده ای بوده، ببینیم این آقای آیت الله منتظری چه میگه. یه دی امروز براش را میکشن. خب ایشون در مورد اصل 22 داره صحبت میکنه، اینم در صفحه 387 جلد دوم کتاب فقه و سیاست آقای دکتر داوود فیرهی. این بحثیست در مورد اصل قانون اساسی. میگه همه افراد ملت هم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هن. لازم است اضافه شود. البته این بند ششمش رو میخونم که بسیار مهمه. ایشون اشاره میکنه بر حسب اجماع فقها و حدیث نبوی لا یفلح قوم ولیتهم امره، منظورش از این روایت این است که قومی که زن ولایت بر اونها داشته باشه رستگار نخواهد شد. این حدیث پیامبره. به پیامبر اسلام خبر دادن در ایران زنی به مقام پادشاهی رسیده، منظورشون پوران و آذرمیدخت و اینها بودن در دوران ساسانی برای یک دوره کوتاه. وقتی این خبر رو شنید گفت که قومی که در اون زنان حاکم باشن زیر زمین برای مردان بهتر از روی زمین، و اگر زنان حاکم یک جامعه باشن سعادتمند نمیشه. آیت الله منتظری داره به همین بحث اشاره میکنه، میگه طبق این حدیث نبوی رئیس جمهور باید مرد باشد. دقت فرمودی؟ صفحه 387. بنابراین در این دستگاه فکری است که شما با پدیده‌ای مواجه میشید که خروجی اون چون بر یک اصل کج بنا نهاده شده کج خواهد. اینکه افرادی اخیراً صحبت میکنن که اگر قرار است اسلام ستیزی باشد همین جمهوری اسلامی بماند بهتره، به خاطر اینکه اسلام رو نشناخته، پدر او هم اسلام رو نمیشناخت که سال 57 در ایران انقلاب شد. اون مرحوم هم میخواست به سمت تمدن بزرگ حرکت کنه، اما فراموش کرد تمدن بزرگ نیاز به فکر بزرگه، نیاز به فکر روز آمده، نیاز به ارزش‌های مدرنه. با اسلام و تشیع، با این نوع فکر شما چطور می‌خواید برید به سمت تمدن بزرگ؟ تمدن بزرگ نیاز به روشن فکرانی داره که باورهای اساسی جامعه رو به نقد بکشن، نشان بدن اشکالات در کجاست، ایرادات در کجاست.
امروز اگر در درون جامعه ما انقلاب زن زندگی آزادی در حال شکل گرفتنه، یک انقلابی بر علیه اون باورهایی است که خواسته زنان رو محبوس نگه داره. انقلاب بر علیه ایدئولوژی هاست، حاکمان فقط مجریان اون ایدئولوژی هست. شما تفکر مارکسیست لنینیست رو هر کجا اجرا بکنی همون بدبختی رو داره، چون رقابت وجود نداره، انگیزه کار از بین میره، کسی رقابت نداره، دولت فراگیره، سرکوب میکنه، میگه هر کسی نظر دیگه ای داره داره بر برنامه های من خلل ایجاد میکنه. شما اندیشه های فاشیستی رو در هر کشوری اجرا بکنین اون کشور بعد از دو سه دهه دچار بدبختی میشه، تو دیگه انسان ها آزادی ندارن دست به تولید بزنن، دست به تولید اندیشه بزنن، در صنایع در جای دیگه اختراعی داشته باشن، اکتشافی داشته باشن، نه مگر در خدمت حکومت باشن. در جمهوری اسلامی اخیراً اساتید رو بیرون کردن، یه ده مداح و مجیزگوی حکومت وارد شدن. چرا؟ چون دانشگاه موتور محرکه عقلانی اون جامعه است، فکر میکنه اونجا. حالا کاری نداریم که در جمهوری اسلامی اساساً دانشگاه فاقد محتواست، ولی به همون هم تعرض میکنن، همون رو هم تحمل نمیکنن. خب طبیعیه در درون اون اندیشه دینی که فلسفه، اندیشیدن، آزادگی، وارستگی فکری مجاز نیست، خب دیگه تولید دانش صورت نمیگیره. شما بفرمایید در این 500 سال ما کدام اندیشمند بزرگ رو داشتیم؟ کدام متفکر بزرگ رو داشتیم؟ کجا تولید اندیشه کردیم؟ دلیل ادبار و بدبختی ما باورهای ماست. آن چیزی که امریکا رو ساخته باورهاست، آن چیزی که کشورهای اروپایی رو ساخته باورهاست، آن چیزی که کره جنوبی رو به پیش برده باورهاست، و آن چیزی هم که کره شمالی رو بدبخت کرده باورهاست. ما میتونیم بر روی عقاید خودمون بسیار تعصب داشته باشیم، اما نمیتونیم از نتایجش فرار کنیم. اگر این باورها برای ما مقدسن، نتیجهش میشه همین. وقتی ما معتقدیم زنان نیمی از مردمن، عقل ندارن، فهم ندارن، خب طبیعی از قوه تفکر نیمی از جامعه محروم میشه. وقتی معتقد باشیم فقها ها بیشتر از مردم میفهمن، خب حکومتش میشه همین، همین حکومتی که داریم میبینیم با این جنایت ها، با این فجایع. بنابراین ساختار فکری بسیار مهمه. 50 و اندی کشور اسلامی در ادبار و بدبختی دست و پا میزنن برای همینه، با اینکه بسیاری از اونها صاحبان تمدن بودن، مصر، ایران، یمن، کشورهای دیگر، ولی امروز به این ادبار گرفتن. بنابراین مسئله بسیار مهمی است که بدون مغالطه عدم تعرض به اصول ما نمیتونیم به جایی برسیم. هر وقت صحبت بر سر این است که ریشه ها در کجاست، میگن نه نیاز نیست، بندازیم گردن فقیه، او رو محکوم کنیم، در حالی که فقیه کارش اجتهاده. یک امر حادث رو میبره در قرآن و سنت، یه محصول به شما تحویل میده. وقتی ریشه بحث بر این است که زنان فاقد قدرت درک و اندیشه هستند، خب دیگه یعنی اونا رو به کار نگیر، اجازه نده اونها در مناسب کشوری بشینن. چرا؟ چون خب طبیعیه وقتی ما فرضمون بر اینه که زن عقل نداره، آیا او رو باید در یک جایی بنشینیم که نهایت عقلانیته، نهایت خرده؟ و اینها مشکلات بزرگیست. بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده. به اینکه اسرا و بردگان و کنیزان در درون این تفکر چه معنایی دارن، چون برای ما هم گذشته قابل درک خواهد شد که بر سر ایران ما چه آمد، و هم برای امروز قابل درکه که جمهوری اسلامی که ایران رو به شکل غنیمت نگاه میکنه، با زنان و کودکان سرزمین ما چه میکنه، با منابع طبیعی ما چه میکنه، و نسبت به مسائل مختلف که در حوزه علم امروز داریم میبینیم چگونه اون دید رو داره. همه اینها منبعث از همان اصول مکتب فکری این جماعت هست که تا زمانی که کنار زده نشه رنگ سعادت و پیشرفت رو نخواهیم شنید، نخواهیم دید، لمس نخواهیم کرد. برای طلوع عقلانیت، حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم، پای دین رو باید برد در درون خانه ها
در ذهن افراد، که حتی اون مرحله هم خطرناکه. حداقل فضایی باز میشه برای اندیشیدن. خب بحثمون رو در آینده ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس، جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما بزرگواران باشیم، موفق و پایدار باشید. اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.